دوستای عزیز، اسم من نیلوفره. قراره که از طریق همین کانال با ویدیوهایی که میذاریم بهتون زبان ترکی استانبولی رو آموزش بدم. پس با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز، بریم سراغ حروف صدادار که من اینجا توی دایره ها براتون نوشتمشون و صداهایی که میدن رو هم یه جوری نوشتم که بتونید تشخیصشون بدید. آ، ا یا بعضی وقتا ا، ا، صدای بین ا و ای، ای، او، اوی عجیب غریب که میشه او از سر حرف دهان گنشه، او و اوی عجیب غریب که میشه او. خیلی خوب، بریم سراغ یه سری کلمه که من اینجا براتون نوشتم. با تکرار اینا میتونید صداها رو بهتر تمرین کنید. ارنکلر، ارنکلر، همون جور که میبینید ای آخری صدای اعداد و اینم که صدای او میده. ارنگلر یعنی مثال ها. اج یعنی درد، رنج. آ و او استفاده شده توش. الک، دو تا او داره که این کلمه رو هی تکرار کنید. اگر که هی تکرارش کنید خب راحت تر میتونید او رو بگید. الک. اینترنت، اینترنت، ای داره، دو تا ا داره که ای وسط یه صدای خفیف ا خونده میشه، نه ا، نمیگیم اینترنت. اوزون، دو تا اوی عادی داره. اوزون یعنی بلند. کسا یعنی کوتاه. گوزل، او داره و ا داره که باز اینجا استثناء داریم، امون ا خونده میشه، یه ا خفیف. گوزل، زیبا. کسا که گفتم کوتاه. اولو یعنی مرده. او و او داره، مرده، مرده، آدم مرده. زوم که انگور. همین، این کلمه ها رو اگر که یاد بگیرید و یعنی صداهاشون خیلی الان مهمه و الا کلمه که تو جلسه های بعدی بهتون یاد میدم، یه جوری هم یاد میدم که دستبندی شده باشه و حفظ کردنش براتون راحت باشه. این کلمه ها رو اگر هی تکرار کنید، تلفظ این حروف صدادار که خیلی خیلی توی تلفظ ترکی استانبولی مهمه، بیشتر دستتون میاد.